ولی آریا آگاه مسائل سیاسی روی خط اسکایپ با ماست. آقای آریا بسیار زیاد خوش آمدین. در آغاز میخوایم ارزیابی کوتاه داشته باشین از درگیری های مرزی اخیر میان افغانستان و پاکستان. با عرض سلام. ببینید این درگیری ها را البته در یک کانتکست، در یک سیاق کلانتر باید ارزیابی بکنیم. تنها به زد و خورد چند روزه مرزی خلاصه نمیشه، باید در متن کلانتر مشکلاتی که بین افغانستان و پاکستان در دهه های گذشته وجود داره باید ارزیابی بشه و این مستلزم راه‌حل های ریشه‌ای هست اگر قرار باشه که به هر حال در آینده جلوگیری بشه از چنین مشکلات مرزی. ما میتونیم که در دو سطح تحلیل بکنیم، یکی در سطح افراد و در سطح فرهنگ سازمانی که بر اردوی افغانستان و بر اردوی پاکستان حاکم است و طرز تفکر و طرز دیدی که بین صاحب منصبان هر دو ارتش وجود داره در اون سطح میتونه تحلیل بشه، و در سطح کلانتر همچنین در سطح استراتژیک و مسائل کلانتری که بین افغانستان و پاکستان وجود داشته که منازع کلی کلان افغانستان هم به هر حال ناشی از همو مشکلات است و خود مرز بین افغانستان و پاکستان که به هر حال افغانستان هنوز به رسمیت نشناخته. یعنی آقای آریا پیش از این که روی راهکارها بحث بکنیم، میخوایم که ارزیابی داشته باشین از عوامل ایجاد این درگیری. یعنی فکر میکنین که چی عوامل سبب شده باشه که گپ به اینجا بکشه که حتی نیروهای مرزی هر دو طرف وارد یک جنگ نظامی شوند و عملا در برابر یک دیگر شلیک بکنند و عملا در یک موقف نظامی قرار بگیرند؟ یعنی فکر میکنین چی عوامل مشخص سبب از این مسائل شده؟ هرچند که شما این موضوع را ربط دادن به گذشته تاریخیش رفتین و گفتین که بدهه های گذشته برمیگرده. دقیقا خب مسئله که عامل اصلی این درگیری همون عامل است که به هر حال در دهه های گذشته وجود داشته. ما اگر خلاصه بکنیم مسئله خود مرز هست با این واقعیت که و پاکستان خواسته دروازه و تاسیساتی را در اونجی احداث بکنه و اعمار بکنه و افغانستان مانند گذشته اعتراض کرده. در دوران آقای پرویز مشرف هم به هر حال اقدامات و طرح‌های از این قبیل روی دست بود از جانب پاکستان که دولت افغانستان اعتراض کرد. به عنوان مثال می‌خواستند سیم خاردار بکشند در طول مرز یا احداث تعمیرهای مختلف، و این واقعیت که افغانستان این مرز را به رسمیت نمیشناسه عامل یکی از عوامل ریشه‌ای میتونه باشه. و شروع در این درگیری در چند روز گذشته به هر حال همین اعمار دروازه بود از جانب پاکستان که پاکستانی ها میگن ما ایره بحث کرده بودیم با جانب افغانستان و توافق از اون رو داشتیم. دولت افغانستان میگه نخیر، بدون اطلاع قبلی بوده. و خود همین موضوع به هر حال به رسمیت نشناختن مرز فعلی که به افغان ها به هر حال خط دیورند میگن میتونه که عامل ریشه ای قضیه باشه. حالا میتونیم به هر حال بحث بکنیم جزئیات ازیره که به چه راهکارهایی میتونه به هر حال در آینده وجود داشته باشه. یعنی آقای آریا در کنار خط دیورند فکر نمیکنین که نزدیکی هرچی بیشتر از پیش هندوستان با افغانستان و تلاش هندوستان برای رسیدن به آسیای میانه هم یک بخش دیگه از این درگیری ها باشه؟ خب او بخش به هر حال که گفتم وقتی در سطح استراتژیک ما بحث میکنیم ما نکته و عامل را هم طبیعتاً باید در نظر بگیریم. ما اگر شروع بکنیم از سطح پایین‌تر، شما ببینید در بین دو ارتش تفاوت های بسیار عمده وجود داره و بی اعتمادی های بسیار کلان وجود داره. من خودم شخصا در چندین مورد در چندین جلسه حضور داشتم که به ارتباط اعتماد سازی تشکیل شده بود، برگزار شده بود از جانب آمریکایی ها و نهادهای بین المللی بین اردوی افغانستان و صاحب منصبان افغانستان و صاحب منصبان پاکستانی. در اینجا ما اگر میدیدیم به طرز دید هر دو به هر حال بسیار مشخص بود که بی اعتمادی ها بسیار ریشه‌ای و عمیق است، هرچند که در ظاهر احترام قائل بودن به یکدیگر، ولی به عنوان مثال ما افغان‌ها همیشه پاکستانی‌ها رو به طور کلی اینها رو دالخور می‌دانستیم و اصطلاحات از این توهین‌آمیزی از این قبیل استفاده می‌کنند در ارتباط با خود پاکستانی‌ها و همچنین حتی اردوی پاکستان.
و اردوی پاکستان صاحب منصبان پاکستانی به دید بسیار حقیرانه به این ترتیب به ارتش افغانستان نگاه میکنن. اینها را صاحب منصبهای افغانستان را بقایای ارتش کمونیستی سابق و کسانی که طرز دید بسیار محدودی دارن و آموزش دیده شوروی سابق هستند و از دنیا بیخبرن و بخش دیگر صاحب منصبها را هم به هر حال صاحب منصبهای جهادی به هر حال که به نحوه با بخشی از طرز فکر که حاکم بر اردوی پاکستان هست هماهنگی ندارن میدانن و همچنین یک ای واقعیت که طرز تفکر و نظام ارزشی مشترک بین از این دو ارتش وجود نداره و حتی زبان مشترک. اینا در بسیاری موارد به استثنای ای که اگر یک صاحب منصب پاکستانی مثلا پشتو زبان باشه و بتانه با افغان ها صحبت بکنه یا یک صاحب منصب افغان اردو را استثنان بفهمه، اینا همیشه باید از طریق مترجم با هم صحبت بکنن. صاحب منصبای پاکستانی کسایی هستن که به هر حال تحصیل کرده انگلیس و امریکا و سنترست انگلیس و یا وست پوینت امریکا هستن و اینا بسیار با دید حقیرانه به اردوی افغانستان از نظر سواد و سطح آگاهی و دانش هم نگاه میکنن، به استثناء البته کسانی که در 10-15 سال گذشته در کشورهای غربی از افسرهای ما رفتن برای تحصیل. ولی اینا واقعا تفاوت‌های بسیار فرهنگی و فکری و اندیشه‌ای وجود داره بین این دو که این خود به هر حال به بی‌اعتمادی بین این دو می‌انجامه. و آقای آریا، دو عامل اساسی را که شما اشاره کردین که حل خط دیورند و موضوع گسترش رابطه هندوستان با افغانستان و رسیدنش به آسیای میانه، باورهای زیاد به همی است که بیشتر این درگیری ها ناشی میشه از این دو عوامل مشخصه که شما اشاره کردین. اما در هر دو حالتش ما شاهد هستیم که حکومت افغانستان نه خط دیورند حاضر است بپذیره و نه هم حاضر است که رابطهش با هندوستان محدود بکنه. در چنین شرایطی که امریکا هم از سوی دیگر نگرانی نشان داده و تاکید کرده که افغانستان و پاکستان از مجراهای دیپلماتیک و از راه گفتگوی تنش‌ها را حل بکنن، شما چقدر معتقد هستین که میتونه افغانستان از راه گفتگو به این معضل پایان بده با در نظر داشت ساختار حکومتداری که در پاکستان عملا موجود است؟ بدون میانجیگری و دخالت مثبت جوانب ثالث و نهادهای بین‌المللی طبیعتاً یه امر مشکل هست با توجه به پیشینه بسیار دشواری که وجود داشته بین هر دو کشور. واقعیت فعلا این است که سیاست افغانستان در قبال پاکستان تا در موارد مبتنی بر عدم تعقل بوده. به طور مثال هدف بیشتر موضوع خط دیورند هست و مرز که به رسمیت نمی‌شناسیم. ما اگر یک مرز را خود ما احترام نگذاریم و او را نشناسیم به عنوان مرز، ما چطور توقع داریم از جانب مقابل که به احترام بگذاره؟ بنابراین شرط اصلی و اساسی این هست که این مرز به طور ریشه‌ای و همه جانبه به شکل از اشکال حل بشه این قضیه. و از جانب دیگر هم سیاست پاکستان در قبال افغانستان مبتنی بر زورگویی بوده. فعلا همان از اصطلاح عامیانه اگر کار بگیریم به مرگ گرفته که افغانستان به تب راضی بشه. یعنی افغانستان به خاطر اینکه خواهان به هر حال نصف خاک پاکستان هست و مرز را به رسمیت نمیشناسه، ولی پاکستان در مقابل تمام افغانستان رو میخواهد که به عنوان بخشی از حیطه نفوذ خود داشته باشه و حتی در عمل به عنوان مستعمره خود بسازه افغانستان رو، و حتی خواهان این است که افغانستان با یک کشور ثالث به طور مثال هند هیچ نوع رابطه‌ای نداشته باشه که خب کاملا غیر عملی و غیر واقع بینانه است. به این شکل که به رسمیت نشناختن مرز یک امر غیر واقع بینانه و کاملا غیر معقول هست. بنابراین حل مشکلات و اعتماد سازی بین دو کشور باید از سطوح پایین شروع و تا سطوح بالا به شکل همه جانبه و در دراز مدت در چارچوب استراتژی بسیار دراز مدت باید در نظر گرفته بشه. و ما اگر به طور مثال در سطح پایین، اگر در سطح سطوح بالا هم ما اگر اعتماد سازی داشته باشیم ولی در سطوح پایین وجود نداشته باشه، این امر باز هم میتونیم که شاهد
مشکلات در طول مرز باشیم. اگر به طور مثال ما در آینده طوری عمل بکنیم که آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی خود را، افسران امنیتی و دفاعی خود را طوری در نظر بگیریم که اینها یک کادر وسیع از افسران داشته باشیم که اینا در غرب تحصیل کرده باشند، در عین نهادهایی که افسران پاکستانی تحصیل میکنند، خوب باعث میشه که اینا با هم بیشتر یکدیگر را بشناسن و در آینده همکاری داشته باشند. و در کل آقای آریا فکر میکنین که بدون پادرمیانی ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل، حکومت افغانستان قادر نخواهد بود به این مشکلات فائق بیاید؟ چون روز گذشته اگر شما شاهد بوده باشین که ارتش پاکستان به صراحت اعلان کرد که به تاسیسات خود در مرز تورخم ادامه میتن، و سوی دیگر سفیر افغانستان هم در اسلام آباد تاکید کرد که به هیچ صورت این موضوع برای افغانستان قابل پذیرش نیست. این عملا نشان میده که فضا برای ایجاد یک تفاهم و گفتگو آماده نیست در افغانستان و پاکستان. دقیقاً ببینید، خود افغان ها و پاکستانی ها ممکن است در کوتاه مدت بتوانند آتش بس های را به هر حال به توافق برسند، ولی در دراز مدت ما اگر موضوع کلی نقش پاکستان در افغانستان ره و مسئله طالبان ره، حمایت پاکستان از طالبان و اهداف استراتژیکی که در افغانستان داره و دسترسی او میخواد که به شکل که پاکستان میخواد به آسیای میانه از طریق افغانستان دسترسی داشته باشه و موضوع رقابت‌هایی که با هند داره، ببینید اینا اگر در چارچوب یک استراتژی جامع با میانجیگری قدرت‌های بزرگ اگر حلش در نظر گرفته نشوه، افغانستان و پاکستان به تنهایی شاید قادر نباشن به شکل لازم مشکلات را حل بکنن. سپاسگزار هستم آقای ولی آریا، آگاه مسائل سیاسی که برای بحث بیشتر با ما بودن. شکر، خواهش.